بیانیه کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری متشکل از 331 اتحادیه در 163 کشور جهان درباره وضعیت جوشان اجتماعی و ضرورت تحول بنیادین محکومیت اقدامات چپاولگرانی رژیم آخوندی و سپاه پاسداران حمایت از خواسته های برحق کارگران ایران سرکوب اعتراضات در ایران هیچ کاری در از بین بردن نارضایتی های اقتصادی و اجتماعی جوشان در سراسر کشور و حل این وضعیت از پیش نمی برد. خشم نسبت به بیکاری جوانان که در برخی مناطق به 60% می رسد، تورم افسار گسیخته و افت شدید ادامه دار درآمدها با خشم و نارضایتی به خاطر نقش رژیم ایران در جنگ های خارج از ایران ضریب می خورد. آن هم در حالی که وضعیت اقتصاد داخلی وخیم است. افزایشی هم که بعد از برداشته شدن تحریم ها در سال 2015 در سرانه ملی حاصل شد، قادر به بالا بردن استانداردهای زندگی میلیون ها ایرانی در اقتصاد بیمار رژیم ایران نشده و نفوذ وسیع اجتماعی و اقتصادی سپاه پاسداران و ارگانهای رژیم مذهبی حاکم موانع جدی در مسیر هرگونه رفرم هستند. عدم پرداخت حقوقها یکی از علتهای اعتراضات باعث فقر و فاقه بسیاری از کارگران نظیر شرکت تولیدی هفت تپه شده است. کارگران این شرکت به مدت چند ماه بعد از خصوصی سازی مشکوک این مجتمع حقوقی دریافت نکردند. کارگرانی که درگیر فعالیت در اتحادیه‌های مستقل کارگری هستند با سرکوب شدید مواجه می شوند. همچون محکومیت‌های ساختگی نظیر آنچه بر سر رضا شهابی، اسماعیل عبدی و ابراهیم مددی و بسیاری نفرات دیگر آمده است. ایران در رده پنجم کشورها در جدول شاخص‌های عدم وجود هیچ تضمینی برای حقوق قرار دارد. شارن بارو رئیس کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری گفت برابری جنسی و احترام به آزادی اجتماعات، تجمع و گردهمایی و آزادی بیان تنها مبنا و پایه برای محقق شدن عدالت اجتماعی است. برچیدن سلطه نظامی بر اقتصاد و قدرت آخوندهای بنیادگرا بر روی زندگی روزمره مردم برای چشمانداز یک اقتصاد سالم و امن و شکوفا حیاتی است. مردم ایران بسیار نیازمند به سرمایه گذاری در امر اشتغال و حقوق انسانی هستند. اظهارات رئیس پیشین اتحادیه‌های اصناف کل انگلستان درباره بیانیه‌های کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری متشکل از 331 اتحادیه در 163 کشور در حمایت از قیام ایران. راجر لاینز آنها قوی ترین بیانیه را صادر کردند که به 200 میلیون عضو وابسته در 163 کشور فراخوان می دهد تا اقدام عملی در همبستگی با مردم ایران انجام بدهند. Madam Rajavi and distinguished colleagues, it's a very important moment for me because I'm able to turn the declarations of solidarity into meaningful solidarity. I'm the former president of the largest union in Britain, general secretary of the largest union in Britain, and former president of the 6 million strong trade union Congress. But today, I particularly want to draw your attention to the statement issued on the 3rd of February by the International Trade Union Confederation, the ITUC.
They issued the strongest ever statement calling for the 200 million affiliated members in 163 countries to take practical action in solidarity with the Iranian people. So we hope that this statement issued by the ITUC will raise the level of activity and solidarity to a new level. Because I have to tell you, Madam Rajavi, if you've ever wondered, together with all your hard-working colleagues, whether the investment, the work, the energy you put in is justified, the uprising in Iran more than justifies it. We have to now spread this solidarity to defend and support the brave Iranian people.